به سلام روز یاری، به محبتی که داری تو به آغازم رسوندی تای خط موندگاری. با تو خوندم و نوشتم راه و رسم پایداری، حیفه با این همه احساس تو بخوای تنهام بذاری. دل عاشق اگر رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب به لطف عاشقی، حتی گلای زرد پاییز و به رنگ چشم پرخونش گل سرخابی میبینه، همه زیبایی دنیا رو از چشم تو میبینه، همه گلهای عالم رو به دستای تو میچینه. نگو که سادگی کردم، با غم همخونگی کردم، آره دیوونگی کردم، هوای عاشقی کردم، ولی من با عشق تو عاشق سلام بر زندگی کردم. دلی داشتم که ایثار تو و دلبستگی کردم، تنم رو زنده از عطر گلای رازقی کردم. خودم کردم چه خوب کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق سلام بر زندگی کردم. به یاری و امید حق اگر که برگرده ورق، گل میریزم به زیر پات بغل بغل طبق طبق. با اینکه نیمه جونم و نمونده بر تنم رمق، رو پیشونیم نمیشینه از شرم بی کسی عرق. از گذر ناباوری به شهر باور میرسم، از اول کتاب عشق به خط آخر میرسم. سلام همسایمونو با جون و دل جواب میدم، گلای سرخ گلدونو به روشنی آب میدم. کوچه به کوچه میرم و میرم به سوی میخونه، اونجایی که عاشق و مست مثل خودم فراونه. دیدن دوست آشنا اون همه یار جون فدا، برام مثل این میمونه برم زیارت خدا. به یاری و امید حق اگر که برگرده ورق، گل میریزم به زیر پات، گل میریزم به زیر پات، بغل بغل طبق طبق. با درود و سلام به شما عزیزان، سروران گرامی، بینندگان پرمهر رو با محبت و استثنایی تلویزیون عصر امروز و برنامه هوای تازه با من همای نوشیار نژاد. امیدوارم که روزگار مثل مردم غزه یا مثل مردم اسرائیل پشت نکرده باشه بهتون و با آرامش و با احتیاط کامل به هر حال روزا رو بگذرونین و تایی دلتونم اون شادمانه ای که باید باشه و دلیل زنده بودن و زندگی هستش قنج بزنه. به قول قدیمی ها قنج هم خودش یه واژه بسیار قشنگه، یعنی آدم وقتی دلش قیلی ویلی میره اون موقع میگن که دل طرف داره قنج میزنه. بله، اونایی که یه مقدار بیشتر از حد معمول دلبستگی و وابستگی دارن و به هر حال یه مقدار سرشون تو لاک عشق هستش و سعی میکنن که زندگی رو با عشق و علاقه دنبال بکنن، به هر حال عرضم بزرگتون که دلشون برای خیلی چیزا بیشتر قنج میزنه تا چیز دیگه. خب خوشحالم که این فرصت به دست اومد که باز دوباره من در خدمت شما باشم و بتونم یک ساعتی سروبی و هر دار مکنونات قلبی خودم رو که غیر از عشق و علاقه و مهر و محبت چیز دیگه نیست خدمتون تقدیم کنم و در نهایت با شما به قول معروف حال کنم. با آقای علیرضا، آقای رضا، آقای احسان،
آقای نمیتونم باور کنم، نمیتونم بخونم. بله خانم مونا جمع دارم همطور هستن دیگه. در صورت قیزه بدید که بریم ببینیم که این مریم خانم گل بنده، عرضم بزرگتون که برای اول برنامه که بریم استارت باشه، برای اینکه بتونیم به خونه دلهای شما خیلی راحتتر از گذشته ما رسوخ بفرماییم. این جریان مثل همین تونلایی هستش که در غزه اسرائیل در بدن دنبالشه که این خیلی حرفا. من که واقعا گاهی وقتی اصلا تو این فکر میمونم که این همه جنگ و جدل واسه چیه؟ آخه این وحشیگری مال چیه؟ سر یه تیکه خاک. آقا جفتتون صاحب ارزم بودود اونجا، فکر میکنین که ملک شخصیتونه؟ خب اقلا بشینین با هم دیگه قضیه رو حل کنین، یه مقدار شما وردار، یه مقدار تو وردار که اقلا کوتاه کنین. اینقدر هی با هم دیگه جنگ و جدل و آدم کشی و خونریزی اصلا وحشتناکه. حالا من اول برنامه نمیخواستم راجع به این جریان رو صحبت کنم، داشته بودم یه ذره حالمون خوبتر بشه یه چهار تا شعر عاشقانه بخونیم، بعدا من راجع به این صحبت کنم که خیلی هم حرف دارم. بریم ببینیم که این مریم خانم گل ما برای اول برنامه چی برای ما آقا رضا انتخاب کرده.
مشکلیت هرچی بگم بازم کمی، تو ناز نگات برق چشات واسه خودش یه آدم. دل و دل برم تاج سرم فکرت نمی. بله مرسی. خواب از سرمون پرامده خانم مریم خانم. در صورت ممنونم از شما عزیزانی که تایید فرمودید. چی شده؟ چه لازم جلسی بود و چجوری تموم شد؟ حیف آرزای کی تموم شده؟ لس آنجلس که سر جاشه. حالا در هر صورت مرسی، ممنونم. یه عزیزی هم یه شعری برای جنگ واسه من فرستاده. حالا نمیدونم این کجا رفتش، هیچ نمیادش. بعد نوشتن که باز چی دارن جنگ میکنن. حالا خب اجازه بدید یکی از خبرهایی که امروز یک مقدار حواس بنده رو به خودش پرت کرد، مثلا این که آژانس بین‌المللی روز گذشته خبر داده جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60% رو برای 3 بمب اتمی در اختیار داره. والا گرفتاری کم بود، اینا هم داره بهش اضافه میشه، به خاطر اینکه هر بوق و کرنایی که هر ناجور خبری که ازش بشه جنگی رو استشمام کرد از نظر من مردوده. به قول خودم که توی شعر نوشتم، من نمیدونم چرا دنیا ساکته، همینطور نشستن نگاه میکنن، اون میزنه میکشه، این میزنه میکشه. بابا اینا انسانن، رحم و مروت اصلا هیچی مثل که این وسط نیست. خون جلو چش همه رو گرفته، هرچند که سردمدارای جمهوری آخوندها زرنگتر از این قضیه هستن که دم به تله جنگ بدن و میدونن که نباید این کار بکنن. اگر حالا 300 فوش چهارباداری هم بهشون میدادن به ریش میرفتن و اصلا میگفتن کی بود کی بود، ما نبودیم، میرفتن دنبال کارشون. این خصلت آخوند جماعته که فقط داد میزنه، تهدید میکنه، هوا آیا اینا همین نبودش؟ یه آقای اون رهبرشون میشست اون صندلی کذایی و میگفت ما اله میکنیم، ما بله میکنیم، کافیه که اسرائیل فلان کنه. اسرائیل فلان که کرد هیچی، پدر پدر سخته غزه هم در بود، پدر پدر سخته شما هم در بوده، از اونجا بلند شده اومده رفته به قول دیارو دو کوزاباد، ارزم بودور تمام این پرونده های این جریان بمب هسته‌ای رو تمام با خودشون اصلا رفتن. اصلا واقعا هم تعجب آوره هم خنده آوره که اینا بازم میشینن قرط و قرط میکنن و تهدید میکنن، ولی پای عمل که بیاد میگن کی بود کی بود، من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، تموم شده رفت. این یه مورد مازی، اینا فقط زورشون به اون ملت بدبخت بیچاره که با دست خالی مجبورن که در مقابل هر لوله تفنگ و فشنگ وایسن میرسه. زورشون به بچه 10 ساله میرسه، به جوان 16 ساله 18 ساله میرسه، به یه دختر 16 17 ساله ای که یه ذره موهاش بیرون بوده میرسه. من نمیدونم این ملت ما کجان، چرا بیدار نمیشن،
والا باور کنید که من که 20,000 مایل دور هستم بیشتر از هر کس دیگه ای هم ناراحتم، هم حرص میخورم، و از اینکه اگه من بدونم که وجود من میتونه این قضیه رو قائله بده و خط کنه، این رژیم رو به گورستان تاریخ حوالتش بده بره، والا من حاضرم. بله، آو میگن که آقای جاویدان این آهنگ رو زمان جنگ ایران و عراق خوند. البته امیدوارم که با اون آهنگی که آقای شمعی‌زاده رو شعر من نوشت درست کرد اینا تلاقی نکرده باشن. بله، حالا ملت بیدارن ولی دستشون خالیه. خب ما همینه داریم میگیم، دستشون چیکار کنن؟ بالاخره باید چه کاری بکنن؟ بالاخره هر خیزشی، هر انقلابی، هر به هر حال دگرگونی، هر گونه مخالفتی یه تونی داره، یه چیزی داره. باید بالاخره کی باز بده؟ اون ملت باز بدن دیگه. اشتباه کردن، خودشون هم قبول کردن، به غلط کردن افتادن، گفتن ما غلط کردیم، انقلاب کردیم. دست از سرمون مگه ولی این آخون جماعت ور میداره دست از سر کسی؟ اونا تا تمام اون تمنیات خودشون که بوی تعفن داره سعی نکنن که اینا رو به اجرا بذارن، بلکنم معامله نیستن، چون زورشون فقط به این مردم میرسه و چهار دیواری خونه های آدم هایی که اونجا دارن زندگی میکنن. وگرنه دل این که پاشون رو یه ذره این ورون بر بذاره ندارن، پول دارن خرج میکنن میدن این و اون که برن واسه شون آدم بکشن، برن ارزن بود دورتون که توطعه کنن. این کسایی که توی عراق درست کردن و به اسم نیروهای نمیدونم فلان توی سوریه درست کردن و حتی تو سودان و نمیدونم اونجاها درست کردن، تو یمن، اصلا چه ربط و ربطی به کار ما داره؟ اینا ثروتای مملکت ما هستش، اینا دارن به باد میدن، روز به روز دارن حلقه معاصره خودخواهی هاشون رو تنگتر میکنن و مردم رو به خفقون بازار کردن. میشه رو صورت من 1000 تا روبند بذاری، میشه رو سینه من گلای آتیش بکاری، عطر باغ تنم و پرپر این اون کنی، شب مادر شدنم هجلم و رنگ خون کنی، میتونی دست منو اسیر زنجیرا کنی، زندگیمو تو قفس حراس لحظه ها کنی، مرد یاقی فکر نکن منو فراموش بکنی، این زن ایرانی رو بتونی خاموش بکنی. من زن ایرانی هستم، اگه زنجیره به دستم، اگه تنها، اگه خستم، فکر نکن آروم نشستم، من گل باغ زمینم که نشکم یه یقینم، تو اگر بودا و مزدا، من خود گردآفرینم، من زن ایرانی هستم، اگه زنجیر به دستم، فکر نکن آروم نشستم. شدنم هجلم و رنگ خون کنی،
ستاره نوری هستم، اگه زنجیره به دستم، اگه تنها اگه خستم، فکر نکن آروم نشستم. من گل باغ زمینم که نشکم یه یقینم، زنجیرا کنی زندگیمو تو قفس، هراز لحظه ها کنی. مرد یاقی فکر نکن منو فراموش بکنی، این زن ایرونی رو بتونی خاموش بکنی. من زن ایرونی هستم، اگه زنجیره به دستم، اگه تنها اگه خستم، فکر نکن آروم نشستم. من گل باغ زمینم که نشکم به یقینم، اگه تو بودم و مستم، من خود برد آفرینم. اگه آیات خدایی واسه من سنگ و سنگسار، برا تو ای بی حقیقت رقص مرگ پای دیوار. من که ایران دختبارم، نام ایران اعتبارم، کی میتونی برسونی به سیاهی روزگارم؟ من گل باغ زمینم که نشکم یه یقینم، اگه تو بودا و مزدا، من خود گرد آفرینم. چی اومده بر سرمون؟ چی اومده بر سرمون؟ نمیشه عشق باورمون، تو قحطی مهر و وفا هیچ کسی نیست یاورمون. هیچکی به جز دشمن عشق نمونده دور و برمون. تو آسمون بی کسی شکسته بال و پرمون، چهره پاییزی داره زمستون و بهارمون، قصد رسیدن نداره ناجی تک سوارمون. خیابونا و کوچه ها صحنه آدم کشیه، آدم کشی نگو که این یک جورایی نسل کشیه. کی اومده تو شهرمون چادر سر ماه کشیده، صورت گل پریجون و خطای راه راه کشیده؟ کی اومده آزادی رو سر مناره جار زده، بهار خانوم و زندونی شاپرکار و دار زده؟ پشت غزل بانوی عشق زخمی شلاق کیه؟ قهر گلاگ رازقی تو باغچه ها برا چیه؟ چی اومده بر سرمون؟ نمیشه اش باورمون. تو قحطی مهر و وفا هیچ کسی نیست یاورمون. هیچکی به جز دشمن عشق نمونده دور و برمون، شکسته بال و پرمون. تو آسمون بی کسی شکسته بال و پرمون. بله. و اما خبری که این هفته، یعنی دو سه روز بیشتر، یو همه رو در یک بحر و حیرت فراوانی یه فرو بردش، این اعلان تلویزیون من و تو بود در ارتباط با اینکه دیگه توانایی مالشون به انتها رسیده و در نهایت ترجیح میدن که
این تلویزیون رو ببندن. واقعا قاره جای تأسف بود، یعنی انقدر من با شنیدن این خبر یهو بهتم زد که نهایت داره. اولا خدمتتون عرض کنم که تلویزیون من و تو با توجه به مصاحبه ها، گزارشات و فیلم هایی که در اختیار داشت، واقعا یکی که به صورت نمونه بود این تلویزیون، از کاراش و اون همت و اون دانش و اون متریالی که به هر تقدیر در اختیار داشت که همش در ارتباط با بزرگی و عظمت ایران عزیزمون بود. مصاحبه هایی که از شاه و ملک فرح و دیگر مقامات رژیم گذشته در اختیار داشته بخش میکرد، واقعا نادر بود و انسان رو وادار میکرد که بشینه و تا انتها اینو نه یک بار و دو بار بلکه ده ها بار ببینه، شاید از زوایا و از گوشه کنار این فیلم ها و خبر ها و عرضم بطورتون که صحبت ها بتونه رازی رو کشف کنه که منجر به اون شورش سال 57 و دگرگونی ایران شدش. و همسال این تلویزیون و این مؤسسه خبری و سرگرمی واقعا یکی از چیزهایی بودش که ایرانی ها کسب داشتن و این تلویزیون اومد و بر تقدیر این چاله و این خلل رو پر کردش و نبودنش واقعا بسیار بسیار تأسف‌بار هستش. من امیدوارم حالا با اون حس ایران دوستی که مدیران این تلویزیون دارن و شخص جناب آقای عباسی، کیوان عباسی که بنده یکی از ارادتمندانش هستم، چون تلویزیون من و تو مثلا در ارتباط با خود بنده کاری کرد که در طول 40 سال گذشته که من تو این لس آنجلس فعالیت دارم، چه از لحاظ روزنامه نگاری و چه از لحاظ تلویزیون داری و از همه مهمتر تو کار ترانه، هیچ کدوم این کار رو انجام ندادن و این تلویزیون من و تو بود که یک گروه 5 نفری رو از لندن به لس آنجلس فرستاد و یک مصاحبه 2 ساعته با من کردن و سیر و سیاحتی به تمام کارهای ترانه‌ای من که این خودش برای من یک آرشیف شده و در نهایت یکی از غنیمت‌های بسیار زیبا و قشنگی است که این در غربت نصیب من شده. به هر حال من همیشه از اینها متشکر هستم و یادم نمیره که با چه عشق و علاقه ای اومدن و در نهایت چقدر وقت صرف کردن که این 2 ساعت برنامه رو بتونن درست کنن. واقعا نادر هستش. شما میتونین روی سایت تلویزیون من و تو برید و بزنید همایون هوشیار نژاد، میاد و شما میتونین این سیدی ها رو حتما یه بار دیگه ملاحظه کنید که یه مروریه به طور کلی به تمام برنامه ها و ترانه هایی که من نوشتم که یه چیز در حدود 230 ساعت میشه. به هر حال سرتون هم که تو این رابطه در نجده بدید که بازم در این قسمت بریم ببینیم. ما امروز همش دست به دعاهای خانم منیژه مریم هستیم. منیژه کیه دیگه این بازم مریم خانم هستیم، ببینیم که چی برای ما آماده داره.
شما عطر گلای راز بی بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی که من رفتم یه جایی که واقعا بعضی از این ترانه ها با وجودی که من اینها رو سالهای قبل نوشتم و تهیه شد و درست شد ولیکن اینقدر اثرگذاره و اینقدر ویژگی با خودش داره که هر دفعه که ما نگاش میکنیم اینو عرضم بزرگتون که کلی خاطرات باش میاد چون که تمام کارهایی که حداقل من در ارتباط با کار ترانه‌سرایی نوشتم چیز داره یه شهر حال داره و یه ابتدا داره یه انتها داره و یه چیزی که به هر تقدیر در ارتباط با خودم هم ممکنه یا کسایی که میشناسم براشون اتفاق افتاده باشه ضمن اینکه دقیقاً یا با وجودی که یه چیز در 278 من کار ترانه دارم که خونده شده البته و یعنی میره بالای 600-700 تا ترانه که نوشتم عرضم حضورتون که حتی من ساعت و دقیقه و مکانی که من این شعر رو نوشتم و همه رو با وجودی که به هر تقریب پا در سن کهولت گذاشتیم و دیگه یواش یواش باز غزل خداحافظی رو بخونیم ولی که در نهایت همش در خاطرم هستش و مهم اینه که
بیشتر شعرها هم در خاطرم هستش و این باعث تعجب خیلی ها میشه. آخرسرم من میدونم نظر میزنن دیگه. تو این شهر نفس با من غریبه، که رنگ آسمونش دل فریبه، رفاقت، عاطفه، مهر و محبت، مثل تندیس ایمان بر صلیبه. تو این شهر هزار رنگ هزار تو، عداوت بسته شمشیرش رو از رو، علمدار رفاقت نارفیق، نگاه مهربونی رفته از سو. میون این ستونهای بلوری، از این سنگینی بار صبوری، میخوام پیدا کنم راه عبوری، نمیدونم چطور، با کی، چجوری. تو شهری که نمیدونی کجایی، اگر ابلیس باشی بی‌بهایی، تو شهری که نمیبینی چراغی بشه روشن به دست آشنایی، همه دلخسته از رنج جدایی، همه دل واپس بی همصدایی، ولی با این همه دلهای شاکی، نمیاد از کسی بیرون صدایی. البته دلیل داره. تو این شهر بظاهر با محبت، نمیشه پیدا کرد یک جو رفاقت. نمک پروردگان ظاهرن دوست، به فکر خارت مهر و صداقت. خلاصه توی شهر بی نیازی، به رسم عادت مهمان نوازی، باید ابلیس باشی تا بمانی، باید با روح اهریمن بسازی. میون این ستونهای بلوری، از این سنگینی بار صبوری، میخوام پیدا کنم راه عبوری، نمیدونم چطور، با کی، چجوری. بله، این وسط صحبتهایی که من میکردم و آهنگی که پخش شد و اینا، یکی از عزیزانمون یک متن کوتاهی رو برای من فرستاد بود که من فقط خط اولش که اعلام میکردش که این آهنگ جنگ رو آقای جاودان خوندن، همون که من همینجوری من فهمیدم. حالا امیدوارم که اگر چیزی هست که قابل گفتن هستش، یا حالا در اصل ما که حرفی نداریم، آقای جاودان مثلا بابت این خانم مهسا اقلا تا اینجا من فکر میکنم 100 تا ترانه گفته شد، نوشته شد، خونده شد. یکی دوتا من نوشتم دیگه، من نمیتونم اینو جار بزنم. چرا؟ اونایی که گوش میدن، حالا ما یه دستگاه تلویزیون هم داریم که واسه خودمون میتونیم تبلیغ کنیم. حالا اون بند خدا، البته این ترانه هایی که من نوشتم از تلویزیون های ایران نشنال پخش شده، بعدا از من و تو پخش شده، ولی کن بیشترشو ما همینجا ترتیب دادیم. بگذاریم، من همش نگاه میکنم میبینم هرچی من اینقدر هوا آلوده و تیره و تاره از لحاظ اجتماعی و روحی، که واقعا جای سخن گفتن بسیار رو نمیذاره. به خاطر همین که میبینی الان کلی هر سال این موقع جشن و طرب و بزنه بکوب، خبردار شدن که بسیاری از هموطنانمون به خاطر جریاناتی که در خاورمیانه و در نزد غزه و حماس و دولت اسرائیل اتفاق میفته، تمام برنامه ها رو کنسل کردن، یعنی بیشترشون. حالا ممکنه یکی دو تا این برنامه باشن، ولی
اون بیشترشون کنسل کردن، یعنی پنسل کردن، مجبور شدن که کنسل بکنن، به خاطر که اون کسایی که همیشه حاضر و مشتری این گونه کنسرت ها بودن الان دیگه هم چیزی نیستش، و حداقل چون دلهاشون و خسته‌داره و روحیه‌شون روحیه مساعده نیستش، وقتی که از اینا استقبالی نمیشه، خب اونا مجبورن که به هر حال یک فکری بکنن، که حالا به هر حال مسئله من نیستش. و امیدوارم که به هر حال هر جور که صلاح هستش، حالا از ما گفتن در صورت من الان خودم اینقدر برای همین مسئله تلویزیون من و تو همین یه ساعت پیشتر داشتم با آقای عباسی که پدر مدیران این تلویزیون هستن صحبت میکردم، از دوستان بسیار خوب من هستش، و میگفتم میگفت تلاش داریم که به گونه این نذاریم این چراغش خاموش بشه. حالا گفتم اگه ما هم کاری برمیاد بگو بکن، ما که کاری نمیتونیم، ما خودمونم گرفتاریم و به هر حال روی عشق و علاقه ذاتی و اون جوهری همتمون من این همین تلویزیون رو نگه داشتم و هم روزنامه هست امروز، باور کنیم این دوتا کاری اصلا پرافیت که هیچی، قربونش برم، خرج خودشم نمیده و عادتم نکردیم که دست نیاز به سوی عزیزانی که این برنامه رو میبینن دراز کنیم. خیلی تعریف میکنن، یعنی یکی از چیزهایی که واقعا باعث شده که من مصرانه بیستم و این تلویزیون تداوم خودشو داشته باشه، همین بهبه و چهچه هاییست که اطراف من میشنوم و میگن که برنامه های تلویزیون عصر امروز با توجه به مجریانی که اینجا برنامه دارن، یه سری خانم های فرهیخته و ادوکیتد هستن که دارن برنامه ها رو ران میکنن، واقعا من از صمیم قلب خوشحال هستم. و به هر حال برنامه بنده نگاه نکنین، اینجا ماشاءالله خانم هم حالا بعد از برنامه من میان پشت هم دیگرم پشت درم هم تو واسدن، به هر حال تلاشمون رو میکنیم، اگه کسی هم بخواد به ما کمک کنه که میکنه دیگه، احتیاج نداره من اینجا بشینم هی بزنم بگم بدبخت شدیم بیچاره شدیم بدین در راه خدا، نه نه بدبخت شدیم نه بیچاره شدیم، ولی بیشتر از قدرت و قوه خودمون داریم تلاش میکنیم، و اونا که میفهمن باید به هر حال دست یارشون رو کوتاه نکنن از ما، اونا هم که نمیفهمن که کاری نداریم، هر چی بودن عیسی با دین خواهش مصابه ما که دین نداریم اصلا. خیلی خوب عرضم بزرگ که باز دوباره بریم خدمت مریم خانم، این مریم خانم هم ما رو کشته والا، خانم برو بریم زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشق زد و به نام ما شد، اونی که حتی تو خوابم نمی اومد توی بیداری اومد عاشق ما شد، اگه با
دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا بله، مثل اینکه نظر خوردش، به خاطر اینکه داشتیم تعریف میکردیم از این کار و مریم خانم گفت عجب این کاریه، من اگه صد مرتبه بشنوم خسته نمیشم، همچنین به همینجا رسید یه اونم قفل شد. بگذاریم دیگه. در صورت آقای علیرضا خان، من پیام شمارم میدم به مریم خانم که ایشون همیشه لطف داره و محبت داره، مخصوصا هفته هایی که عرضم حضورتون یه ذره پربارتر میاد اینجا و هر حال با روحیه شادتر میاد، یه هفته در میون بله شاد بقول خود شاد میشه. به هر حال من فکر میکنم که دیگه رسیدیم به آخر برنامه، نه؟ بله. ولی که نمیشه من نخونم، پنهان نمی کنم حالم خرابه، پنهان نمی کنم حالم خرابه، زندگی مثل قایقی رو آبه، پشت سرم پلها همه شکسته، مقابلم هر چی که هست سرابه، سالهای ساله که در انتظارم، دنبال راهی برای فرارم، فرار از این هوای بی تنفس، از روزگار بی گل و بهارم. عمر و جوونیم به درنگی گذشت، رفتن یا رفت و دیگه بر نگشت، حتی زمین به دور خورشید و ماه، مثل گذشته‌ای که میگشت نگشت. قسمتم این بود که جوونی کنم، پشت به خدای مهربونی کنم، با همه احساسی که داشتم به دل، احساس شرم و پشیمونی کنم. باور نداشتم بی کس و کارشم، در چشم عالمی بشه خارشم، از خواب غفلتی که روزی رفتم، هرگز نتونم دیگه بیدارشم، هرگز نتونم دیگه بیدارشم. پنهان نمی کنم حالم خرابه، زندگیم مثل قایقی رو آب. روز و روزگار به همتون خوش، تا برنامه هفته آینده. زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشق زد و به نام ما شد، اونی که
حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا فناشه. اگه بند بندم از هم دیگه باشه، اگه سر از تنم بخواد جداشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه قحطی مهر و وفاشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه باشه. اومد و دنیامونو پر از صفا کرد، درد بی کسی مونو با عشق دوا کرد، اومد و رسوا میخواست ببین ما رو، خودشو تو شهر عشق انگوش نما کرد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا فناشه. زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشقی زد و به نام ما شد، اونی که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا فناشه.
هوایی تازه، عشقی تازه میخوام، من تمام تازه ها رو با تو بی اندازه میخوام. هر هوای تازه باید زندگی رو جستجو کرد، جامعه دلتنگ دل رو با نگاهی پشت رو کرد. باید از شاید گذشت و عادل عاشق درامی، خوش به دنیای گذشته هر دو حفظ آب رو کرد. باید حفظ آب رو